سلام، به این صفحه دویژه خوش آمدید. روزها بعد از اعتراضات در ایران، در حالی که بعضی از سرشناس‌ترین چهره‌های سیاسی از اظهار نظر طفره رفتند، برخی از چهره‌ها و جریانات سیاسی بیانیه‌هایی صادر می‌کنند. این بیانیه‌ها بعد از شروع اعتراضات صادر شد، نه قبل از اعتراضات و بعد از گرانی بنزین. نخستین بیانیه 77 نفر در شنبه شب روز دوم اعتراضات صادر شد. گرچه در آغاز آن نوشته شده این افراد از جریانات مختلف سیاسی هستند، اما بیشتر چهره‌های اصلاح طلبی نظیر اعضای سابق سازمان جبهه مشارکت و همینطور سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در آن دیده می‌شوند. در بیانیه بیش از هر چیز به خشونت علیه معترضان انتقاد شده و از حکومت خواسته شده با حل مشکلات بین المللی و رفع تحریم ها به مشکلات اقتصادی برسد و آزادی بیان را هم فراهم آورد. در روزهای بعد بیانیه های دیگری هم صادر شد، از جمله دو بیانیه جداگانه فعالان ملی مذهبی و چهره های سیاسی که نامشان در جنبش سبز بیشتر شنیده شده. فارغ از تحلیل متن و ادبیات بیانیه ها که در ادامه راجع به آن صحبت میکنیم، آیا بیانیه ها دیر صادر نشدند؟ آیا فعالان سیاسی از معترضان جا ماندند؟ نبوده یک گفتمان سیاسی که بتواند با حاکمیت برای رساندن اعتراضات گفتگو کند؟ اعتراضات را در ایران به کدام سو میبرد؟ حاکمیت سال هاست که از گروه های سیاسی حقانیت و مشروعیت زدائی می کند. اگر خود این گروه ها هم با عقب ماندن از مردم به روند مشروعیت زداییشان کمک کنند، راه حل اعتراضی باقی مانده چیست؟ در برنامه امروز مهمان های دعوت کردیم. مشتبه واحدی، تحلیلگر مسئله سیاسی از واشنگتن با ماست. سلماز ایگدر، روزنامه نگار از استانبول. در تلاش هستیم که با یکی از امضا کنندگان بیانیه‌ها از تهران صحبت کنیم که متاسفانه هنوز ارتباط ما برقرار نشده، بنابراین ایشون رو معرفی هم نمی‌کنم. آقای واحدی، من می‌خوام اول نگاه شما رو به این بیانیه‌ها بپرسم. به نظر شما آیا این بیانیه‌ها دیرهنگام صادر شدن، یا فکر می‌کنید با توجه به وضعیت قطع اینترنت و اون چیزی که در ایران ظرف روزهای گذشته شاهد بودیم، مشخص هست که به هر حال راهی جز این نبوده؟ سلام به بینندگان برنامه، به شما و به مهمان برنامه. من اولا فکر میکنم فاصله زمانی بین اعلام افزایش قیمت بنزین و شروع اعتراضات خیلی فاصله طولانی نبود. حالا تنظیم یک بیانیه هم به هر حال وقت میبره امضا گرفتن. مشکل به نظر من به قبل از این موضوع برمیگرده. مشکل به این برمیگرده که ظاهرا دوستان با اصل موضوع مشکل نداشتن، افزایش قیمت بنزین. اون چیزی که موجب اعتراض شده، یعنی یک نوع فاصله بین گروه‌های سیاسی و مردم وجود داره. حالا به لحاظ سیاسی وجود داشته، به لحاظ اقتصادی هم وجود داره. شاید مهمترین دلیلش اینه که اکثر کسانی که حالا در احزاب شناخته شده ایران فعال هستند، مثل اکثریت مردم فقر رو احساس نمی‌کنن، درگیراش احساس نمی‌کنن. و نکته دوم این که بسیار از این افرادی که این بیانیه‌ها را امضا می‌کنند، حامیان آقای روحانی بودند. هنوز نه ظاهراً روشون میشه و نه به خودشون اجازه میدن که رسماً آقای روحانی رو تقطعه کنند. دیگه آقای روحانی کارش از نقد گذشته، آقای روحانی نیاز به تقطعه داره. به دلیل اینکه به نظر من مشخص شد آقای روحانی هیچگاه همراه اصلاح طلبان نبوده، هیچگاه اون نگاه اصلاح طلبی که عرض می‌کنم اصلاح طلب نه حکومت، حکومتی که متأسفانه تفاوتشون با سایر نهله‌های سیاسی زیاد نیست. من بحثم اصلاح طلبانیه که اگرچه من با دیدگاهشون مخالفم، اما اونها خودشون رو خیلی دربست در اختیار حکومت نگذاشتن و سخنگوی حکومت نشدن. به هر حال اونها هم بسیارشون چون حامی روحانی بودن، به گمانم حتی اگر اعتراضات شروع نمیشد، شاید اصلا اعتراض به قصه به افزایش قیمت بنزین نمیکردن. مشکل از جو ساده نشأت میگیره که عرض میکنم نگاه اینها با نگاه اکثریت مردم تفاوت داره. بخشش برمیگرده به اینکه اون فقری که اکثریت مردم احساس میکنن، با کمال تأسف هیچ یک از احزاب و گروه‌های سیاسی و اعضاشون درک نمی‌کنن. خانم اکبر، نظر شما چیه؟ آیا گروه‌های سیاسی در ایران به قول معروف نفسشون از جای گرم بلند میشه و نمی‌فهمند که مردم چی میگن، یا فکر می‌کنید مسئله چیز دیگری است؟ سلام عرض می‌کنم خدمت شما مهمان برنامه و تسلیت عرض می‌کنم خدمت همه بازماندگان و خانواده کشته شدگان حوادث اخیر. در مورد موضوع اعتراضات و چرایی شکل گرفتنش افزایش قیمت بنزین، من صلاحیت اظهار نظر در حوزه مسائل سیاسی رو ندارم، اما میخوام در پاسخ به سوال شما این سوال رو مطرح کنم.
کی ما شاهد این بودیم که احزاب یا گروه‌های حاوی سیاسی تونستن جلوتر از مردم حرکت کنند. آخرین باری که احزاب، حالا در مورد احزاب اصلاح طلب مشخصا صحبت میکنم، احزاب اصلاح طلب تونستن جلوتر از مردم حرکت بکنند، یک خواستی رو از سوی مردم نمایندگی کنند، کی بود؟ آیا به خاطر میاریم؟ تا اونجایی که من به خاطر میارم، تمامی این احزاب و هادیان سیاسی اصلاح طلب بعد از اینکه مردم واکنشی نشون دادن، غیر از موضوع رأی دادن، بعد از اینکه مردم به موضوع واکنش نشون دادن، اونها اومدن در مورد نحوه واکنش مردم چیزهایی رو گفتن. منظورتون سالهای اخیر هست خانم اکتر؟ چون به هر حال مثلا در مورد 88 به هر حال در آغاز دو بخش از حکومت که صلاحیتشون برای انتخابات تایید شده بود در نهایت سر رأی با هم دیگه اختلاف پیدا کردن. حالا بعدتر چه شد و جنبش سبز ایجاد شد، اون یک بحث جداگانه است، اما در آغاز به هر حال این گروه سیاسی بودند که داشتن فعالیت میکردن. اما الان اون چه که میبینیم این هستش که یک، به قول شما، یک حالت واکنشی هست از طرف گروه های سیاسی تا اینکه اونها جلودار باشن. من فکر میکنم این فرقشه. ببینید، در مورد جنبش سبز هم عملا اون شکل جنبشی اعتراض، بله اعتراض اون بخشی بود که برای نمایندگی نامزدی توی انتخابات تایید صلاحیت شده بود و به اینکه حالا چه پروسه‌ای طی شده بود اعتراضاتی داشت. اما اونجا که جنبش سبز اسمشه، یعنی مردمی که اومدن تو خیابون اعتراض کردن، اونجا هم مردم بدون دعوت، حمایت یا رهبری خاصی اومدن، مردم اومدن تو خیابون‌ها، احزاب سیاسی سوار جریان شدن، چهره های الیت سیاسی سوار جریان شدن. چند از اون تظاهرات هایی که برگزار شد، راهپیمایی هایی که برگزار شد به دعوت نهاد خاصی بود، یا اگر دعوت صورت گرفت نیم ساعت یه ساعت قبل از زمان اعلام شده دعوتشون رو پس نگرفتن، یا خودشون هم پای مردم اومدن توی خیابون ها. صحیح. آقای واحدی، نظر شما چیه؟ آیا فکر میکنید که این یک مشکلی هست که به هر حال جامعه ایران همیشه داشته؟ اونطور که خانم اکتر میگن، به هر حال اینطور که من برداشتم از صحبت خانم اکتر، میفرمایند که جناح‌های سیاسی در ایران نمیتونن ابتکار عمل رو به دست بگیرن و همیشه دنبال رو و پیرو هستن. آیا شما با این گزاره موافقید؟ اجازه بدید به یه مرحله قبلش بریم. به نظرم مشکل حل میشه و تفاهم خواهیم کرد. در همه دنیا احزاب قدرت ساز هستند، دولت ساز هستند. در ایران احزاب بدون استثنا دولت ساخته هستند. ببینید، برگردیم، شاید اولین نمونه که بخوام من اشاره کنم سال 67 و تشکیل مجمع روحانیان مبارز، در واقع انشعاب چند نفر از اعضای جامعه روحانیت مبارز که من علاقه ام بهشون دارم، مثل آقای کروبی، از جامعه روحانیت بود. در واقع با پشتوانه احمد خمینی و با این اطمینان که آقای خمینی از این انشعاب حمایت خواهد کرد و ایشون کرد، در واقع اینا آمدن جدا شدن. عملا یک گروهی از جامعه روحانیت که شاید در اون موقع قوی ترین حزب سیاسی بود، اگرچه هیچ وقت خود شأن خودشون ندونستن برن ثبت کنن و هنوز هم ثبت نشده، ولی به هر حال یک حزب سیاسی کاملا در حوادث ایران موضع‌گیری سیاسی به نفع یک تفکر میکنه، یک گروهی ازشون جدا شدن، بعد مجمع روحانی مبارز درست کردن. اون گروه پیشتاز انتخابات مجلس سوم شد و کسانی که مورد حمایت اون گروه بودن در مجلس سوم اکثریت رو به دست آوردن و دبیر مجمع روحانیون هم شد رئیس مجلس. در دو سه سال بعدش، سه چهار سال بعدش، یا مقدار بیشتر، سال 74 و 75، گروه کارگزاران که در واقع نیروهای آقای هاشمی رفسنجانی بودن برای اینکه بتونن مجلس پنجم رو در اختیار بگیرن تشکیل شدن. یعنی در واقع اینها قدرت ساخته بودن با حمایت آقای هاشمی رفسنجانی، اعضای کابینه آقای رفسنجانی. در انتخابات سال 76 و انتخابات مجلس ششم، حزب مشارکت در واقع حزب آقای خاتمی بود. یعنی شما اگر برگردید به هر کدوم از احزاب معروفی که در کشور وجود دارن، وابسته به قدرت هستن. کسانی که وابسته به قدرت هستن همیشه یه گوشه چشمی به حفظ قدرت دارن، حالا چه قدرت سهم خودشون از قدرت، چه حفظ اصل نظام. یعنی تمام این جناح‌ها و گروه‌هایی که در ایران وجود دارن، اولویت اولشون حفظ نظامه. شما اگه یادتون بیاد، فکر کنم در این برنامه با خود شما بودیم صحبت کردیم، آقای خاتمی در قضیه سال 96 بیانیه دادن، در اونجا ایشون میگفتن که اگر اصلاح طلبان از بین برن نظام از بین میره. یعنی اصلا نگرانشون نبود که سر مردم چی میاد، ایشون نگران این بودن که اگر اصلاح طلبان از بین برن نظام از بین میره. یعنی اولویت اول همه جناح‌های سیاسی در ایران حفظ نظامه، نظامی که کاملا از درون تهی شده. یعنی حتی با شعارهای اولیه که دارن تطبیق نداره، نه جمهوریتش، نه اسلامیتش، نه مردم سالارش، هیچ چیز. حتی با اونهایی که حالا من اصلا کاری ندارم، شعارهای اولیه هم فریب بوده یا واقعیت بوده، بعدن منحرف شده، از اول دروغ بوده، ولی به هر حال اون چه امروز به نام نظام وجود داره هیچ شباهتی با اون تعاریف اولیه و شعار اول نداره. اما کماکان آقای خاتمی و دوستانشون و جناح اونور اولویتشون حفظ نظامه و بعد حفظ سهم خودشون از سفره انقلاب.
وقتی اینطوری میشه طبیعیه که اختلاف مردمی که میان تو خیابون بسیارشون اصلا نه علاقه به آقای خاتمی دارن نه علاقه به آقای خامنه‌ای، شاید از هر دوشون بدشون بیاد یا شاید بی‌تفاوت باشن. اما گروه‌های سیاسی که الان متأسفانه مشهور هستن و اجازه هم خود اونها اجازه نمیدن، یعنی وقتی انتخابات مجلس میشه دغدغه‌شون اینه که خودشون رد صلاحیت نشن، هزاران نفر رد صلاحیت میشن هیچکدوم اعتراض نمی‌کنن، چون این عرض می‌کنم برمیگرده به اینکه اینها ساخت در ساختار قدرت هستن و حفظ قدرت حفظ همین نظام فعلی رو می‌خوان و سهم خودشون از حکومت رو می‌خوان، به همین جهت همیشه بین اونها با مردم فاصله است. خب آقای واحدی، تکلیف اون عده‌ای که در قدرت نیستن ولی به مشی اصلاح طلبی باور دارن چیه اون وقت؟ چون یه شما فرمودید که حساب اونها به نظر شما هم جداست، ولی ممکنه بفرمایید که چطور میشه اینها رو از هم جدا کرد در حالی که به هر حال در ایران اگر کسی اصلاح طلب هست باید به نوعی با این گروه‌های اصلاح طلبی که در سال‌های گذشته مطرح بودن کار کنه دیگه؟ این غیر از اینه. این باید رو شما از کجا آوردید؟ منظور من اینه که اگر که شما بخواید به هر حال مشعل اصلاح طلبی داشته باشید باید چه بکنید در ایران؟ خودتون یه نفری که نمیتونید، باید یه گروه بزنید. این گروه به هر حال باید با یک بتونه با وارد گفتمان سیاسی بشه با حاکمیت. بنابراین وقتی باید پذیرش حاکمیت به نوعی او رو وارد همین چرخه میکنه، نمیکنه؟ ببینید از نظر من ابوالفضل قدیانی به اندازه همه گروه‌های اصلاح طلب مشی اصلاح طلبی داره. اون ولی چی میاد میگه؟ میگه اگر کسی کوچکترین اعتقادی به سهم ولایت فقیه در حکومت داشته باشه اصلاح طلب نیست، دروغگو، فریبکاره. موضوع اینه که اکثر رسانه‌ها چه در داخل چه در خارج فکر میکنن تنها بخش اصلاح طلبی همونایی که تریبون دارن، همونایی که صدای بلند دارن، همونایی که در قدرت هستن، در حالی که اگر پوشش بدیم کسانی رو که مشی اصلاح طلبی دارن و حتی اصلاح طلبی رو در براندازی میدونن. چرا باید بگیم اصلاح طلبی با براندازی منافات داره؟ اگر به جایی برسه که مشخص بشه این حکومت هیچ راهی برای اصلاح وجود نداره، یکی از راههای اصلاح براندازیه. اینکه ما بیایم مثل آقای خاتمی بگیم همه براندازا اغتشاشگرن، کرکس هستن و دیگران، خب باعث میشه که عنوان اصلاح طلبی تبدیل به یه ننگ میشه. به عنوان یه جایی که از خانم اکتر بپرسم که به هر حال خیلی تازه تر از همه ماها در از ایران خارج شدن و خیلی آشناتر هستن با اون چه که در فضای سیاسی ایران میگذره، آیا ممکن هست که کسی اصلاح طلب باشه، مش اصلاح طلبی داشته باشه در ایران بدون اینکه به او در واقع بتونه وابسته باشه به گروه های اصلی اصلاح طلب؟ آیا اصلا کار سیاسی اصلاح طلبی پیش میره برای این جور افراد؟ کار سیاسی اصلاح طلبی الان چیه؟ اگر که کار سیاسی اصلاح طلبی رو اون چیزی که احزاب سیاسی امروز تعریف کردن، یعنی در آستانه هر انتخاباتی اومدن فعالیت کردن و دعوت کردن از مردم به شرکت در انتخابات و رأی دادن به یه لیست خاص باشه، نه، ممکن نیست. اما ما چهره‌هایی رو داشتیم که پیش از این کارهای اصلاح طلبی می‌کردن. مرحوم هدی صابر نحوه فعالیتی که انجام می‌داد که اصلاً در جهت نیل به قدرت هم نبود، یک فعالیت اصلاح طلبی بود. یعنی داشتیم چهره هایی رو که تا پیش از این فعالیت های اصلاح طلبی می کردن بدون وابستگی به گروه های سیاسی خاص. مسئله ما اینجا اینه که گروه های سیاسی اصلاح طلبی که امروز فعالیت می کند چیزی به غیر از رای دادن مردم پای صندوق های رای نمی خواهد. بله. اصلا تفاقی جز این ندارن. و فکر میکنید که این چه مشکلی ایجاد کرده ظرف سالهای اخیر؟ ببینید من میخوام بحث رو ببریم به این سمت که بفهمیم چرا برای بسیاری از گروه‌های سیاسی که خارج از ایران کار می‌کنند و به هر حال می‌خوان تغییری در ایران ایجاد بکنن، گروه‌های سیاسی که اسم خودشون رو گروه‌های برانداز می‌گذارن و مخالف جمهوری اسلامی هستند، اصلاح طلبی به نوعی استمرار طلبی شهرت پیدا کرده و اینها هستن که میگن که اینها بخشی از حاکمیت هستن که می‌خوان این شرایط ادامه پیدا کنه. من فکر کنم صحبت‌های آقای واحدی هم باز همین رو تایید می‌کنه. فکر کنم آقای واحدی هم از کسانی هستن که به همین نگاه رسیدن. فکر میکنید که تا کجا میشه با تک نمونه های مثلا مثل آقای قدیانی، مثل چهره هایی که به هر حال سعی میکنن از طریق اطلاع رسانی های گاه و بیگاه نام نگاری پیش برن، کار پیش میره و میشه هنوز امیدوار وار بود به شیوه اصلاح طلبی؟ خانم اکتر، اصلاح طلبی رو اول از اصلاح طلب ها جدا بکنیم. اصلاح طلبی یک شیوه است، میشه در موردش جداگانه بحث کرد، ولی اصلاح طلبانی که امروز هستند و دایره دار اصلاح طلبی در ایران هستند ظرفیت و توانایی نمایندگی کردن خواست مردم را ندارند.
و به همین دلیله که دیگه اینها نمیتونن حرفی برای زدن نه در فضای داخل کشور داشته باشن. خب مسلما انتقاداتی هم بهشون از طرف فعالینی که خارج از کشور مطرح میشه. ببینید من یک مثال کوچیک میزنم در زمینه حق انتخاب نوع پوشش زنان که من فکر نمی کنم کسی بتونه از به آشکارا باهاش مخالفت بکنه. چهره مثل آقای چایزاده که خیلی هم چهره پیشروی بعد قلمداد بشن در بین اصلاح طلبها، میان و واکنششون این خواهد بود که حالا اگر هم میخواین اعتراض بکنین بکنید، ولی حجابتون رو بر ندارید. خیلی فاصله دارند این چهره ها از اون چه که ملت میخوان و به همین دلیله که نمیشه گفتگوی بین چهره های اصلاح طلب امروز و مردم شکل بگیره. نمیتونن خواسته های مردم رو نمایندگی کنن اصلا. من خوشحال هستم که اعلام بکنم حمیدرضا آصفی فعال ملی مذهبی که بیانیه ای را هم به تازگی همین امروز ما ازشون دیدیم از ایشون و جمعی از همفکرانشون در مورد همین وضعیت اعتراضات اخیر که در واقع تیترش هست تا دیر نشده صدای اعتراضات مردم رو بشنوید به حاکما میگن. آقای آصفی خوش آمدید به این بحث. ممکنه که بفرمایید که چرا حالا این بیانیه رو امضا میکنید؟ فکر نمیکنید که کمی دیر هست؟ نباید مثلا روزهای آغازین اتفاق یا قبل از حتی زمان اعتراض، زمانی که به هر حال بنزین گرون شد، شما باید چنین اعتراضی میکردید؟ سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمانان عزیز و بینندگان محترم. من حمید آصفی هستم، نه حمید رضای آصفی. بله. و این تشابه اسمی همیشه و بال گردن من هست با این آقای حمید رضای آصفی که در وزارت خارجه بوده. بله. من حمید آصفی هستم، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار. بفرمایید. در رابطه با پرسش شما سرکار خانم، ما در همون روزهای اول دست بخشی از بدنی نیروهای ملی مذهبی قصد داشتن که بیانیه‌ای رو صادر بکنن و به اطلاع رسانی به مردم بکنن، ولی خب با قطع اینترنت و فضای سنگینی که حاکم شد ما عملا دست بالمون بسته شد و بعد از 9 روز 10 روز که این بیانیه صادر شده، به خاطر اینکه فقط توانستیم از اینترنت خانگی استفاده بکنیم و نقطه نظرات خودمون رو بگیم، و این نقطه نظرات ما نقطه نظرات بخشی از فعالان ملی مذهبی هستند، بخش رسمی که شورای فعالان ملی مذهبی هستند نقشی در این بیانیه نداشتن. ما با اسم و مشخصات فردی افراد به صفت حقیقی افراد آمدیم این بیانیه رو دادیم. فکر میکنید چرا؟ چه دلیلی باعث میشه که من دیدم بخش عمده ای از اون افرادی که شما فرمودین شورای مرکزی و فلان اینها، اینها با گروه دیگری از کسانی که از چهرهای سرشناس جنبش سبز بودن یک بیانیه دیگری به نوعی امضا کردن. فکر میکنید دلیل این تشتت چیه؟ چرا گروه های سیاسی به صورت منسجم نمیان و عمل نمیکنن؟ خب ببینید، از جنبش سبز فقط به جریان ملی مذهبی 110 سال زندانی دادن. ما هدی صابر رو از دست دادیم، ما دختر آقای زندیات مند صحابی رو از دست دادیم، شورای فعالان ملی مذهبی هم ممنوع الفعالیت شده و افراد فقط به صفتهای فردی و شخصی خودشون، به توانمندی های شخصی خودشون میاد و این مسئله به نظر میاد که هنوز ارتباط ما برقرار هست خوشبختانه. آقای آصفی من یه سوال دیگه هم از شما بپرسم، چون فرصت کمتری برای صحبت داشتید. من خیلی دلم میخواد شما کمی به ما از فضای فعالیت سیاسی در ایران بگید. ما میشنویم از دوستان، هم شنیدیم آقای واحدی انتقاد داشتن به اینکه اصلاح طلبانی که در واقع در درون حکومت هستند قصدشون حفظ حکومت هست، بنابراین کار خیلی در واقع قابل توجهی از اونها هیچ وقت ندیدن، و بخش دیگری هستند که خب کاری هم ازشون خیلی بر نمیاد ولی خب تلاش های این چنینی میکنن. شما اولا گروه خودتون رو چه جور گروهی تعریف میکنید و ممکنه بگید که فکر میکنید که تلاش های شما چقدر میتونه ثمر بخش باشه در شرایط فعلی؟ ما البته به صورت گروه از کردم فعالیت نداشتیم اسم گروه رسمی. بخشی از فعالان ملی مذهبی و بخش جوان و رادیکالش این بیانیه رو امضا کردن. بحث اصلاح طلبا هم که اصلا از نظر ما عبور کردیم، یعنی از بحث اصلاح طلبی که اداری هست و بروکراتیزه شده تو ایران هست، یا به دنبال مقامن یا به دنبال توجیه وضع موجودن. در شرایط جنبشی جامعه اصلاح طلبا دست بالایی ندارن، طبیعی است که باید در همین پارادایم دولت محور باشند.
ما اعتقاد به این مسئله دیگه نداریم، یعنی تیپ ما حداقل این تیپ، این که دوستانی که بیانیه رو امضا کردن اعتقادی به این اصلاحات بوروکراتیزه شده که به فساد رسیده اعتقادی نداریم. صحیح. و در همین حد فعلا تونستیم یک اعلام موضعی بکنیم. آقای واحدی، شما به هر حال این سیستم، اینکه حکومتی با ویژگی‌های حکومت ایران گروه‌های سیاسی منتقد خودش رو به همین شکلی که الان می‌بینیم از کار میندازه، این سیستمی هست که در کشورهای دیگر هم دیدیم، در مصر مبارک دیدیم، همین حالا هم مصر شاید همین شرایط رو داره، در خیلی از کشورهای منطقه چنین شرایطی رو می‌بینیم، کشور را به کدام سمت میبره؟ وقتی که گروه های سیاسی نتونن با چانه زنی هیچ مشکلی رو حل بکنن، کار به کدوم سمت میره به نظر شما؟ من اجازه اول یک توضیح در مورد صحبت های خانم ایکر بدم خدمتتون. ایشون اشاره کردم این که مثلا بحث حجاب که مطرح میشه، آقای تاجزاده موضعشون موضع قابل قبول نیست. من میخوام یه مرحله برم بالاتر. ببینید، حالا حجاب میگیم یه بحث ایدئولوژیک در حکومت هست، برای حکومت مسئله ناموسی شده، حاضر نیستن که کوتاه بیان اصلاح طلبان نمیخوان درگیر بشن. بسیار از مسائل اتفاق افتاده که به هیچ وجه جنبه ایدئولوژیک نداره و حداقل در شعار مطابق ادعاهایی که آقایون کردن. آقایون وقتی می‌خواستن به حکومت برسن داستان می‌آوردن که حضرت علی وقتی گوشواره از گوش یک دختر غیر همکیش یا خلخار از پاش درآوردن، هم حضرت علی تو سرشون زدن، گفتن اگر آدم بمیره حق، اگه دق کنه حقه. الان ببینید اتفاقات زیاد تو ایران داره میفته. ندا ناجی زندان آقایون اظهار نظر نمی‌کنن، بیانیه 14 نفر صادر میشه، استاد طلبها حمایت نمی‌کنن. شما میاد میگید که پدر 73 ساله من تحت فشار قرار گرفته، یک دونه از اصلاح طلبها به لحاظ انسانی دفاع نمیکنه، اصلا دشمن شما، مخالف شما، اصلا بی بی سی مزدور هرچی، ولی یک ایرانی اومده میگه که به خاطر فعالیت های من پدر بی گناه من تحت فشاره. ببینید وقتی اوضاع من تموشه بعد برگردم به اون موضوع. من حالا بحثم اینه که با این وضعیت هیچ امیدی نیست، اما اینکه به کدوم جهت داری میره، عرض من کدوم جهت میره. ببینید وقتی که مرد حکومت فکر کرده اگه مردم رو کرخت بکنه، اگه مردم رو بی تفاوت بکنه به نفعشه، این تبعات بعدی هم داره. وقتی مردم بی تفاوت شدن به هر دلیل یا فرصت اعتراض پیدا نکردن، از هر روزنه‌ای برای نجاتشون استفاده خواهند کرد. من متاسفم بگم این، حالا شاید بعضی دلشون نمیخواد بگن، شاید بعضی دلش به شعارهای قشنگ دلشون خوشه، اما این وضعیت دخالت خارجی رو مورد استقبال بعضی از مردم قرار خواهد داد. این رو من امروز میگم ثبت بشه اینجا، تجزیه ایران رو توجیه پذیر خواهد کرد. ببینید وقتی مردم احساس کنن که حکومت مرکزی دشمنشون هست، از کوچکترین فرصتی برای خلاصی استفاده خواهند کرد. این که ما بشیم اینجا بگیم ایران یک پارچه، نمیدونم همه ایرانی‌ها به بودن در ایران افتخار، بله بنده هم افتخار میکنم، اما اینکه میگی چه خواهد شد، ایران به طرف یک از همپاشیدگی سیاسی، اجتماعی و حتی جغرافیایی پیش خواهد رفت. خانم بیکتر، بخشهایی از اصلاح طلبان همونطور که اول بحثم مطرح شد، آقای روحانی رو در واقع پیش پای مردم گذاشتن و گفتن که به او رأی بدید. الان خیلی از اونها همین روزها میگن ما اشتباه کردیم. اصلاح طلبانی هم نبودن، مثلا چونم روزنامه نگاران اصلاح طلب بودن، افرادی بودن نه واقعا نزدیک به حلقه قدرت، کمی دورتر، حتی میشد گفت که در درون حکومت نیستن. الان میگن اشتباه کردیم. مردم به چه گروه‌هایی واقعا میتونن اعتماد کنن که بتونن از اونها حرف شنوی داشته باشن و فردا نیان اونها بگن ما اشتباه کردیم؟ امروز فکر نمی کنم هیچ گروهی باقی مونده باشه. من خودم هم جمله کسانی بودم که توی هر دو تا انتخابات 92 و 96 برای آقای روحانی تبلیغ کردم، به خواست و گفت اصلاح طلبان، مشخصا آقای خاتمی. ولی با توجه به تمامی ضعف‌هایی که داریم و تمامی وعده‌های عمل نشده‌ای که شنیدیم و با توجه به اینکه کسانی که از ما دعوت کردن که بیایم به روحانی رأی بدیم یا برای رأی آوردن آقای روحانی کار بکنیم، امروز حاضر نیستن که پاسخگو باشن برای هیچ کدوم از ضعف‌ها، کم‌کاری‌ها، وعده‌های عمل نشده. من به شخص خودم دیگه نمیتونم به هیچ گروهی اعتماد کنم. نمیدونم آیا مردم ممکنه دوباره اعتماد بکنن یا نه. و کلاً این فرایند که هر یک دوره مردم در انتخابات شرکت در انتخابات سرخوردن، شرکت نمی کنن، اصولگراها رای میارن، بعد چهرهای اصلاح طلب میان و میگن دیدیم به ما رای ندادین چه جوری شد، حالا دوره بعد بیاین به ما رای بدیم، ما رای میدیم و هیچ اتفاقی نمیفته، نه به وعده ها پایبند هستن، نه به شعارها پایبند هستن، نه حتی خودشون رو پاسخگو میدونن. بعد دوباره مردم سرخورده میشن و این لوپ بی پایان همینجوری ادامه داره بدون هیچ دستاوردی. برای چی مردم باید اسفند ماه امسال پای صندوق های رای برن؟ ما یک بار این کار رو کردیم، 30 نفر تو تهران رای بردن و هیچ نتیجه ای نداشتیم.
یک نماینده توی اعتراضات آبان ماه امسال حاضر نشد از مردم دفاع بکنه. به قطع اینترنت اعتراض کردن ولی هیچ واکنشی به تعداد بالای کشته شده ها نشون ندادن. حتی برخلاف اعتراضات سال 96 یک کمیته حقیقتی ها به فرمالیته برای به رسیدگی به سرنوشت بازداشت شده ها تشکیل نشده. آقای آصفی وقت زیادی نداریم، من میخوام از شما به عنوان کسی که به هر حال الان در ایران هستید و فضا رو میبینید، به نظر شما آیا این فضا باش 96 خیلی فرق کرده؟ آیا میبینید که این در واقع حتی ساکت کردن این بار آتش زیر خاکستر باشه و دوباره سر در بیاره؟ فکر میکنید جو عمومی چی میگه به ما این روزها؟ ببینید در جنبش سال 96 ظرف 5 روز 100 شهر درگیر شد. در جنبش آبان ماه ظرف 5 ساعت 28 استان درگیر این پروژه شد. و فاصله بین دی ماه 96 و آبان ماه امسال 2 ساله. و این دور جنبش های اجتماعی به دلیل اینکه ما هنوز از پنجره جمعیتی جامعه ما عبور نکرده و جامعه یک جامعه جنبشیه، قطعا این دورها و این فاصله های جنبش های اعتراضی کمتر میشه. به دلیل اینکه ریشه های اقتصادی و ریشه های سیاسی و ریشه های حاکمیتی که زندگی اجتماعی و ملی ایرانیان رو در به داغون کرده و به خاکستر نشونده، خب این ریشه ها وجود داره و این که اعلام میکنن، حکومت اعلام میکنه که تمام این چیزا دست گروه های وابسته به امریکا و وابسته به عربستان و غیر ذلك بوده، درودی بیش نیست. اگر قرار باشه ظرف 5 ساعت 28 استان درگیر بشه توسط نیروهایی که وابسته هستن به گروه های این که دیگه حاکمیت جمهوری اسلامی که دیگه نمیتونه اعلام بکنه که من حاکمیتی دارم. ممنونم آقای آصفی. متشکرم از شما آقای آصفی، خانم اکتر و آقای واحدی و ممنون از شما که با این صفحه 2 همراه ما بودید. برنامه فردای ما رو هم از دست ندید همین ساعت. این برنامه رو میتونید روی وبسایت و کانال یوتیوب ما مجدد تماشا کنید. شب و روزتون خوش.